60 دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. قاضی منصوری هم دوران فعالیت قضاییش پرحاشیه بود و هم مرگش ناگهانی و به گفته بعضی مشکوک. جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به دریافت 500,000 یورو رشوه، 4 روز پیش در هتلی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شد. اما سوال اساسی این است که لحظاتی قبل از آنکه جسد آقای منصوری در لابی هتل پیدا شود، در طبقه 5 هتل دوک چه اتفاقی افتاده بود؟ کسی یا کسانی او را به پایین پرت کرده اند یا خودکشی کرده؟ ساعتی پیش رسانه‌های رومانی نتایج اولیه کالبدشکافی را منتشر کردند. آیا این گزارش ما را به جواب نزدیک می‌کند؟ آیا میان خطوط گفته‌های مقام‌های رومانی می‌توان سرنخی پیدا کرد؟ در مورد اینها حرف می‌زنیم، اما اول نگاهی کوتاه می‌اندازیم به آنچه در 2 هفته اخیر اتفاق افتاد. غلامرضا منصوری متهم ردیف 9 پرونده فساد در قوه قضاییه ایران است. او 2 هفته پیش پس از داغ شدن بحث‌ها درباره اتهاماتش گفته بود اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌خواهد به ایران برگردد. بس به لباس طلبگی هستم و این خبر موجب شد که احساسات دینی مردم خدشه‌دار شود. از مقام معظم رهبری، مراجع ازام، حوزه‌های علمیه، مردم عزیز و خانواده‌های شهدا عذرخواهی می‌کنم. مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هر چه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم نمایم. اما همطور که میدونید آقای منصوری هرگز به ایران باز نگشت. کمی پس از انتشار این ویدیو که دیدید گزارش شد که آقای منصوری به سفارت ایران در بخارست رفته، اما کارکنان سفارت به دلیل بیماری او را به بیمارستان منتقل کردند، جایی که او بازداشت شد. دادگاهی در رومانی اما حکم داد که مدارک ایران برای استرداد قاضی منصوری کافی نیست و 1 ماه فرصت داد تا مدارک تکمیل شود. قرار شد اون در 1 ماه آزاد باشد، اما پیوسته به پلیس گزارش دهد که در رومانی مانده. دادستان رسیدگی به پرونده فساد در قوه قضاییه اما شک داشت که غلامرضا منصوری قصد بازگشت به ایران را داشته باشد. با کشف جسد غلامرضا منصوری در هتل محل اقامتش ایران اعلام کرده که از دولت رومانی رسما درباره مرگ این قاضی تحت تعقیب توضیح خواسته. همزمان بحث‌هایی مطرح شده که اگر آقای منصوری به قتل رسیده باشد، آمران و عاملان چه کسانی هستند و به دنبال چه بوده اند یا از این مرگ چه سودی می‌بردند. در این حال قوه قضاییه ایران میگوید با نبود غلامرضا منصوری خللی در رسیدگی به پرونده فساد در این قوه به وجود نخواهد آمد. پرونده‌ای که ایشون درگیرش بود الان در دادگاه جاری هم هست. ابعاد مختلف موضوع به دلیل در واقع طرف‌های دیگه اصطلاح موضوع در اختیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هستند روشن هست. یعنی اصطلاح نبود ایشون صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده نمی‌کنه، اصطلاح وارد نمی‌کنه. فقط در واقع اومدن ایشون و استعداد ایشون میتونست که هم کمک کنه به بازگشت در واقع وجوه اموالی که ایشون توی این به اصطلاح پرونده اختلاف کرده بود و در واقع نتیجه منجر بشه به مجازات ایشون و در واقع جرائمی که با توجه به جایگاه ایشون در قوه قضاییه داشته متوجه ایشون بشه. ولی پرونده به اصطلاح ابعادش روشن بوده و رفتن ایشون به اصطلاح بعید میدونم ایرادی رو به در واقع اتمام روشن پرونده وارد بکنه. گفتگوی علی باقری با شبکه خبر جمهوری اسلامی انجام شده بود. کیت گیلت، روزنامه‌نگار از بخارست پایتخت رومانی، با ماست. آقای گیلت، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از گزارش اولیه کالبدشکافی شروع بکنیم. در این گزارش چه گفته شده؟ Well, first, thanks for having me back on the show. اول از همه متشکرم که از من دوباره دعوت کردین. بله، امروز دفتر دادستانی یافته‌های اولیه کالبدشکافی رو منتشر کرد.
اونها فهمیدن که مرگ قاضی منصوری از طریق خشونت بود، از طریق جراحات بسیار شدید، این هم قابل پیش بینی بود، و از طریق اصابت به یک جسم خیلی سخت در این مورد به زمین، و همینطور در شرایط بسیار پرتنش. برای همین بیش از اون چی که ما انتظار داشتیم روشن نکرد. برای کسی که از چنین ارتفاعی به زمین افتاده باشه، کالبد شکافی مطابق توقعات بود، اما جزئیات بیشتری در این کالبد شکافی نبود که سوالات بیشتری رو مطرح بکنه که آیا این خودکشی چیزی غیر از خودکشی، آیا این خودکشی بود یا نه، یا مثلا چیزی به غیر از یک مرگ خشن رو بخواد نشون بده. در این حال دفتر دادستانی گفت که محققان تونستن شواهدی رو از محل ارتکاب جرم به دست بیارن، مسائل اسناد تصویری و صوتی و غیره، که بر اساس اونها ما انتظار داریم که در انتهای این هفته اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. روند اطلاع رسانی در این زمینه چطوره؟ به این دلیل که در رسانه‌های ایران حتی تردید مطرح شده که این جسد متعلق به آقای منصوری باشه، آیا امکان این هست که از مقام‌های قضایی و جنایی رومانی بپرسید که صحت این خبر رو تایید می‌کنن یا نه؟ Obviously I've been similar reports in. بله، من هم همین گزارش ها رو از گروه های مختلف ایرانی شنیدم، گروه هایی که با من تماس گرفتن یا خبرنگارانی که داخل رومانی با من تماس گرفتن. در حال حاضر پلیس چیزی یا مقامات چیزی نگفتن که جنازه متعلق به کسی جز آقای منصوری هست، و اونچه که ما الان داریم میبینیم واقعا همینه. هیچ صحبتی مطرح نشده در فضای سیاسی رومانی از طرف مقامات رومانی اینکه جنازه متعلق به کسی دیگری هستش، و در حال حاضر هم ما فقط میتونیم فقط بر اساس یافته های پلیس بریم جلو، و اون یافته ها میگن که این آقای منصوری هست، و اینکه اون بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد این بود که مرگ او ناشی از بر اساس شواهد این بود که یک خودکشی بود، و در حال حاضر هم ما فقط میتونیم بر همین اساس بریم جلو. بر اساس عملکرد پلیس رومانی چقدر میشه انتظار داشت که در نهایت این پرونده به یک نتیجه واضح درباره علت مرگ آقای منصوری برسه؟ مسلماً تلاش خواهد بود که بشه به یک نتیجه قطعی رسید، مخصوصاً در خاورمیانه منافع زیادی در این هفته که واقعاً بفهمیم چه اتفاقی افتاده. این فقط مربوط به خاورمیانه هم نیست، گروه‌های در آلمان و دیگر نقاط دنیا هستند که میخوان مطمئن بشن جنازه متعلق به قاضی منصوری بوده و بفهمن که چی باعث فوت او شده. در حال حاضر پلیس و مقامات رومانی دارن برای همین مسئله به شدت کار میکنن، و ما میتونیم در طی روزهای آینده منتظر جزئیات بیشتری باشیم بر اساس صحبت‌های شاهدان، کسانی که در اون هتل کار میکردن، یا بر اساس کلیپ‌های دوربین مداربسته که در اونجا بود، ببینیم آیا اینها با هم تطابق ندارن، که ببینیم اینا مثلا خودکشی بوده یا چیزهای دیگه. بنابراین خیلی ها مایل هستن که به یک نتیجه قطعی بتونیم در این قضیه بهش برسیم که بفهمیم که چه اتفاقی دقیقا افتاد. اینکه آیا اون یافته ها 100% قطعی خواهند بود یا نه، واقعا الان نمیتونیم بگیم. به نظر میاد که اطلاع رسانی خیلی کم و کند داره انجام میشه. شما انتظار نداشتید که دست کم تا الان یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شه؟ بله، برای مخاطبان در خاورمیانه و یا مخاطبان جاهای دیگه خیلی پرونده مهمیه، ولی خوره برای مردم رومانی قاضی منصوری یک پرونده مهمی رو نمایندگی نمی‌کنه. خیلی شاید تا یه هفته پیش اصلا نمی‌شناختن که او کی هست، بعد از اینکه قبل از اینکه دستگیر شد. در خارج از کشور بله یک پرونده مهمیه، ولی در داخل خود رومانی پرونده چند مهمی نیستش. با فرض اینکه این بیانیه‌ای که پلیس منتشر کرد که احتمالاً قاضی منصوری خودکشی کرد و یافته‌های اولیه تحقیقات بر این اساس ما بخوایم ثبت بکنیم، باید ما ببینیم یافته‌های اول کالبد شکافی این بوده، حالا یافته‌های بیشتری یا شواهد بیشتری در آینده جمع‌آوری بشن و جزئیاتش منتشر بشه. به نظر من حالا با ریتم خوبی بوده، ولی بعید می‌دونم که کنفرانس مطبوعاتی در آینده نزدیک اتفاق بیفته. متشکرم. کیت گیلت، روزنامه‌نگار از بخارست، پایتخت رومانی.
دکتر مازیار اشرفیان بناب متخصص ژنتیک و فوق تخصص پزشکی قانونی از شهر بریستول بریتانیا با ماست. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه. جمع‌بندی شما از گزارش اولیه کالبد شکافی چیه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. البته مسائلی که مطرح شده، اخباری که مطرح شده در این رابطه خیلی زد و نقیزن، واقعا الان نمیشه نتیجه گیری قطعی کرد، ولی پزشکی قانونی در واقع به ماها، به کسانی که کار پزشکی قانونی کردیم، جوری آموزش داده شده که تا چیزی رو خودمون با چشم خودمون نبینیم باور نمی کنیم، مگر اینکه بدونیم یک پزشک قانونی معتمد و معتبر و قابل اعتماد گزارشی رو صادر کرده. در مورد گزارشی که از کشور رومانی و سیستم قضایی حالا و پلیس اونجا صادر شده، من واقعا نمیدونم چقدر میشه اعتماد کرد. شخصا نگاهی میکردم در رابطه با اینکه چقدر میشه اعتماد کرد به گزارش‌های قضایی یا گزارش‌های پلیس در رومانی، متاسفانه سابقه خوبی ندارن و اینجور که منابع میگن به راحتی میشه با رشوه همه چیز رو تغییر داد. به عنوان یه پزشک قانونی بنده فکر میکنم اگر اولا جسدی در میان باشه، یعنی حالا به هر حال شواهد نشون میده که یه مقدار مشکوکه اون بسته‌بندی که حالا آوردن تا آمبولانس ببرن یه جسد میتونه باشه و فردی مثل آقای منصوری که یه مقدار وزن زیادی هم داشتن نسبتاً، اگر جسدی موجود باشه و بعد اگر تعیین هویت دقیق انجام گرفته باشه که این لازمش انجام تست دی ان ای هست، لازمش انجام مطالعات مقایسه‌ای برای مثلا بررسی دندان‌ها و فرم دندان‌ها، شکل و تعداد دندان هاست، اگر تعیین هویت انجام بشه و ایشون واقعا همون شخص باشن، اون وقت میرسیم به کار اصلی پزشکی قانونی که کالبد شکافی است و بررسی ضایعاتی که در بدن هست و همچنین نمونه برداری برای آزمایش های سمشناسی. پزشکی قانونی اون چیزی که در جسد میبینه ضایعات رو گزارش میکنه. این گزارش اولیه‌ای که در حال صادر شده ظاهرا نشون میده که ایشون در اثر یه ضربه بسیار شدید آسیب دیده و فوت کرده. حالا باید دید وسعت این ضایعات چقدره، در چند جای بدن شکستگی وجود داره و به هر حال تا چه وسعتی بوده ضایعات. به هر حال در پزشکی قانونی ما میدونیم از ارتفاع خاصی مثلا طبقه پنجم جسد با زمین و سطح سخت برخورد کنه، دچار شکستگی های متعدد، احتمال خیلی زیاد ضایعات مغزی و جمجمه ای خواهد بود. باید منتظر بود و به هر حال گزارش نهایی بیاد. احتمال زیاد گزارش نهایی همراه با نتایج آزمایش های سمشناسی هست که مطمئن بشن آیا داروی یا مواد مخدر یا چیزی به ایشون تجویز شده یا احیانا مصرف شده یا نه. اینا همه بر اساس آزمایش کالبد شکافی آیا میشه تشخیص داد که آقای منصوری به قتل رسیده یا خودکشی کرده؟ ببینید، گزارش کالبد شکافی در واقع علت مرگ رو تعیین میکنه، یعنی اون چیزی که در انگلیسی ما بهش میگیم cause of death. علت مرگ به این شکل نوشته میشه که حالا چه نوع ضایعه و چه بیماری باعث مرگ شده. مثلا در گزارش پزشکی قانونی من میتونم گزارش کنم که این بیمار یا این فرد به دلیل ضربه مغزی و خونریزی فوت کرده، خونریزی داخل جمجمه، این علت مرگه. اما بعد از تعیین علت مرگ پزشکی قانونی موظفه با بررسی محل حادثه، با به اصطلاح مطالعه و بررسی محلی که این اتفاق افتاده، فضایی که این جرم یا این قتل درش یا این حادثه درش اتفاق افتاده، بیاد یه پزشکانی موظف مود یا منر مرگ رو تعیین کنه که به معنی به هر حال نوعیست و عاملی است که باعث این شده. به هر حال همون ضربه مغزی و خونریزی داخل جمجمه میتونه در اثر خودکشی ایجاد شه، میتونه در اثر حادثه و قتل صورت بگیره، میتونه در اثر تصادف با ماشین باشه. به هر حال این نیاز به بررسی و مطالعه محیط و عواملی داره که در اطراف قتل محل حادثه به هر حال پیدا میشه و پزشکی قانونی میتونه مطالعه بکنه. آره، تا اینجای کار بر اساس این گزارش کالبد شکافی گفته شده که مرگ در اثر جراحات ناشی از ضربه بوده، در نتیجه برخورد با سطح سخت و احتمالاً در حالت پرشتاب اتفاق افتاده و بدن او عرق داشته. این آیا چیزی به غیر از اینکه
آقای منصوری از طبقه پنجم به پایین سقوط کرده رو به ما به دست ما میده یا اینکه این فقط تایید اینه که ایشون سقوط کرده؟ ببینید این دقیقاً میتونه به این شکل باشه که یک نفر فرض کنید که ماشین با سرعت بسیار زیاد برخورد بکنه به یک کوهی، به یک تخت سنگی و کشتش گزارش پاتولوژی و گزارش آسیب شناسی دقیقاً همین خواهد بود که فردی از ارتفاع زیاد سقوط بکنه. در واقع همین علت خدمتتون عرض کردم که علت مرگ در هر دو مورد میتونه یکی باشه. شکستگی های متعدد، احتمالاً ضربه مغزی، خونریزی مغزی، خونریزی داخلی، شکستگی استخوان ها در دست و پا، که هم در حالتی که فرد سقوط کرده باشه و هم در حالتی که فرد در اثر یه سانحه یا تصادف فوت کرده باشه میتونه پیش بیاد و گزارش میتونه کاملاً مشابه باشه. و همین جاست که در واقع وظیفه اصلی پزشکی قانونی و کسانی که تحقیق میکنن در رابطه با قتل یا مرگ میتونه نشون بده که چه اتفاقی افتاده. این گزارش ها زیاد هست، فردی رو میکشن حالا به دلایل مختلف در سیستم های مختلف، بعد جسدش رو میذارن تو ماشین و از ذره پرت میکنن پایین، صحنه سازی بشه که این فرد مثلا در اثر تصادف یا سقوط در ذره فوت کرده. به هر حال آزمایشات کامل، آزمایشات سمشناسی کامل و همینجور بررسی دقیق لازمه و متاسفانه همونجور که عرض کردم تا اونجایی که من مطالعه کردم و دیدم خیلی زیاد نمیشه به سیستم قضایی و سیستم پلیس کشورهای اروپای شرقی، حالا در این خصوص رومانی، اعتماد کرد، چون به هر حال مسائل زیادی در اونجا میگذره که مطابق با واقع گزارش ها همیشه نیست. متشکرم. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک و فوق تخصص پزشکی، اضافه بکنم که بخش مربوط به احتمال وجود عرق در بدن آقای منصوری اشتباه ترجمه بوده، به این دلیل که از رومانی به انگلیسی و سپس به فارسی ترجمه شده بوده این گزارش. شوک موقتی و گذراست، دلیل و ریشه اقتصادی ندارد. نگرانی مردم غیر واقعی است. اینها توصیف‌های رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی ایران درباره بحران سقوط ارزش ریال و بالا رفتن نرخ ارز است. دلاری که امروز قیمتش دوباره رکورد شکست و در بازار غیررسمی به نزدیکی 20500 تومان هم رسید، هرچند که در ساعات پایانی روز دوباره به زیر 20000 تومان بازگشت. بهرنگ تاشین گزارش می‌دهد. بازار تهران حسابی سکه است، ولی بازار پول کشورهای دیگر. قربانی پول ملی ایران است که ارزشش باز هم کمتر شد. در سومین روز تیر ماه 1399 قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران با بیش از 700 تومان افزایش نسبت به روز قبل به 20460 تومان رسید. رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت این بالا رفتن شدید نرخ ارز دلیل بنیادی اقتصادی ندارد. به گفته حسن روحانی، تحرکات و عملیات روانی بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. افزایش صادرات، بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز از سوی صادرکنندگان وضعیت آرامتری را در بازار ارز به وجود خواهد آورد. به نظر می آید تمرکز دولت برای کنترل نرخ ارز روی نظام یک پارچه معاملات ارزی یا نیما باشد. سامانه ای که هفته پیش عده‌ای از تولید کنندگان در اعتراض به آن جلوی بانک مرکزی تجمع کردند. نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه. دولت می خواهد با ترغیب صادرکنندگان به آوردن دلارهایشان به سامانه نیما و افزایش عرضه ارز به بازار، روند صعودی قیمت ارز را متوقف کند. ناترازی بین عرضه ارز و تقاضای ارز در بازار به وجود آمد. رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه شب گفت که تنها وقتی قیمت دلار در سامانه نیما بالا برود این نهاد در بازار دخالت میکند. خیلی خوب به ما میگن که چی میشه آیندهش چی بود. من عرض میکنم که بالاخره اینها شوک‌های گذراست. بله. ما تا وقتی که احساس بکنیم این شوک‌ها گذراست، علتش هم که میگم چرا گذراست. ببینید اون چیزی که الان برای ما مهمه در واقع قیمت ارز در سامانه نیماست که تجارت کشور رو ما داریم در اونجا تعمیم میکنیم. خیلی ها فکر میکنند عامل اصلی سقوط ارزش ریال در روزهای اخیر قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران است.
قطعنامه‌ای که به نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای جهانی بر ایران دامن زده. گزارش رئیس محترم کمیسیون اقتصادی. منتقدان اصولگرای دولت در مجلس می‌گویند مشکل ادبیات دولت و نگاهش به خارج است. این ادبیاتی که دولت در دستور کار قرار داده متاسفانه منجر شده به این که جریان مسائل ارضی ما گره بخوره با مذاکرات هستی، گره بخوره با مسائلی مثل تعهدات کشورهای اروپایی و سایر کشورها در بحث‌های مثل SPV و اینستکس که میخواهند برای ما تکلیف کنند و خروجی اقدامات اونها نه تنها برای ما اقدامی انجام نشده، برای کشور گره گشایی نشده، که حتی بعضا در این خصوص تصمیمات اونها منجر به تضعیف نظام ارضی و پولی و اقتصادی کشور ما شده. همزمان با بالا رفتن قیمت ارز، شاخص بورس تهران هم روند صعودی دارد و امروز به نزدیکی 1,400,000 واحد رسید، رشدی که بیشتر از رونق اقتصاد ایران ممکن است نشانه التهاب باشد. بهرنگ تاجدین، BBC. تازه ترین گزارش رسمی درباره دخل و خرج خانوارهای ایرانی نشانگر کوچک شدن سفره آنها در سال گذشته خورشیدی است. بر اساس گزارش متوسط هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی که مرکز آمار منتشر کرده، رشد درآمد و هزینه حقیقی خانوارها در سال 98 منفی بوده. به عبارتی ایرانی‌ها در سال گذشته هم کمتر درآمد داشتند و هم از سبد مصرفیشان کم کردند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. خانوار ایرانی سال هاست دچار کمبود منابع است و دخلش با خرجش نمی خواند. طی دهه گذشته کاهش درآمد سرانه ایرانی ها و افزایش نرخ تورم دو اهرم اصلی در فرو بردن مردم ایران در تنگنای فقر بوده. به روایت آمار رسمی میانگین نرخ تورم در 4 دهه گذشته بالای 20% بوده و با وجود افزایش اسمی درآمد خانوارهای ایرانی در این دوران میانگین قدرت خرید هر ایرانی در این مدت حدود 1/3 کاهش یافته. تازه‌ترین آمار رسمی اما روی کاغذ نشان می‌دهد که در سال 98 متوسط درآمد خانوار ایرانی از هزینه‌اش بیشتر شده. مرکز آمار ایران می‌گوید یک خانوار شهری به طور متوسط در سال گذشته بیش از 47 میلیون تومان هزینه کرده که در مقایسه با سال 97 رشد بیش از 20% را نشان می‌دهد. همزمان متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری نیز در سال قبل حدود 54 میلیون تومان بوده که رشد بیش از 24% را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد. ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار هزینه و درآمد اسمی خانوار شهری هستند. اگر نرخ تورم را که بنابر برآورد همین سازمان در سال گذشته بیش از 34% بوده در نظر بگیریم، در واقع میزان افزایش هزینه خانوار کمتر از رشد تورم بوده. این نشان دهنده کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. هزینه حقیقی خانوار هم با وجود افزایش قیمت‌ها کاهش یافته. بنابراین خانوار ایرانی توان تأمین بخشی از نیازهای اولیه زندگی را از دست داده و به همین خاطر خیلی از هزینه‌ها را در زندگی حذف کرده. در آماری دیگر رئیس مرکز آمار ایران میگوید که بر اساس برآورد این مرکز ضریب جینی یا همان شاخص توزیع ثروت در سال 98 خورشیدی بهبود داشته. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب جینی سال 98 بالغ بر 92.39% محاسبه شده که در قیاس با سال 97 افت کرده. هنوز نمیتوان علت این افت را بررسی کرد، اما یکی از ارزیابی ها این است که تورم دهک های بالای درآمدی در قیاس با تورم دهک های پایین درآمدی بالاتر بوده است. شماری از کارشناسان علت افت ضریب جینی را کاهش رفاه گروه های پردرآمدتر میدانند و نه افزایش رفاه اقشار کم درآمد. به گفته آنها افت ضریب جینی بیش از آن که به معنای بهبود سطح رفاه کم درآمدها باشد، ناشی از فقیرتر شدن دارندگان ثروت است. بررسی ها نشان می دهد که توزیع یارانه و سبد معیشتی بین دهک های پایین درآمدی می تواند در کاهش ضریب جینی مؤثر بوده باشد. با این حال تأثیر مثبت توزیع یارانه می تواند موقتی باشد، چون با افزایش نرخ تورم از ارزش واقعی یارانه های نقدی کاسته می شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر اقتصاد ایران دست کم طی مدت 6 سال سالانه 8% رشد کند، در بهترین حالت درآمد سرانه ایرانی‌ها به سطح درآمد آنها در سال 1390 باز خواهد گشت. به این ترتیب اگر شرایط امسال مانند پارسال به پایان برسد، بودجه خانوار ایرانی در دهه آخر قرن جاری فقط عقب‌گرد را تجربه کرده. شیدا هوشمندی، BBC. امروز کتاب جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی در کابینه دونالد ترامپ، بالاخره روی پیشخانه کتاب فروشی ها رفت. کتابی خبرساز که دولت آمریکا تلاش کرد جلوی انتشارش را بگیرد ولی نتوانست. آقای بولتون که با کدورت از کاخ سفید جدا شد، در این کتاب از 1.5 سال حضورش در بالاترین رده امنیت ملی آمریکا نوشته، از جمله تلاش‌هایش برای جلوگیری از انعطاف رئیس جمهوری آمریکا در مقابل ایران. جزئیات بیشتر از هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن. هم پیوستنش به کاخ سفید خبرساز بود، هم آن دوره کمتر از 1.5 سال که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بود، هم رفتنش از دولت و هم حالا با کتابش اتاق حوادث. جان بولتون در این کتاب رئیس سابقش را بی توجه به جزئیات و کم اطلاع از مسائل جهان تصویر می کند. کسی که بیش از هر چیز به فکر انتخاب مجدد و ماندن در کاخ سفید است. کتاب جان بولتون یکی دیگر از کتاب‌هایی است که از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ منتشر شدند و مدعیان روایت دست اولی از آنچه در کاخ سفید دونالد ترامپ می‌گذرد ارائه می‌دهند. اما نویسنده این کتاب در یکی از عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری برای امنیت ملی آمریکا بوده. جان بولتون در این 600 صفحه حکایت‌هایی از روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های دونالد ترامپ ارائه می‌کند که تصویری متفاوت از آنچه کاخ سفید و دونالد ترامپ دوست دارند به افکار عمومی ارائه کنند نشان می‌دهد. جان بولتون خودش را یک قهرمان منجی نشان می‌دهد که می‌خواهد از امنیت ملی آمریکا دفاع کند و گاه یک تنه جلوی خطاهای رئیس جمهور آمریکا را بگیرد، اما در نهایت خسته و رنجور و خشمگین از کاخ سفید می‌رود. مشاور سابق دونالد ترامپ در حوزه امنیت ملی از جمله مدعی است که رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور چین خواسته بود با خرید محصولات کشاورزی از ایالت‌هایی که برای رأی او مهمند به پیروزیش در انتخابات امسال کمک کند، در زمانی که همه توجه‌ها به رابطه ادعایی روسیه با ستاد انتخاباتی و نزدیکان دونالد ترامپ تمرکز داشت. بخشی از ادعاهای جان بولتون قرینه‌هایی در ادعاهای دیگران و گزارش‌ها هم دارد که تصویر پررنگ‌تری از این مسائل می‌دهد. مثلا درباره ایران، او اختلاف بر سر جنگ را نقطه تعیین کننده‌ای در ناامید شدنش از دونالد ترامپ می‌خواند. پارسال همین روزها شبی که سپاه پاسداران یک پهپاد آمریکایی را بر فراز دریای عمان زد، جان بولتون می‌گوید به تشویق او بود که دونالد ترامپ ابتدا دستور داد آمریکا یک حمله تلافی انجام دهد. تعریف می‌کند که عصر آن روز به خانه رفت تا سریع لباس عوض کند و به کاخ سفید برگردد، چون فکر می‌کرد شب درازی در پیش است. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ در آخرین دقایق نظرش را عوض کرد و حمله را لغو کرد. تصمیمی که جان بولتون میگوید غیر عقلانی ترین تصمیمی است که دیده یک رئیس جمهور بگیرد. جان بولتون که حالا دیگر سمت رسمی ندارد، بیم ندارد که باز هم مثل قبل بی تکلف بگوید حامی براندازی حکومت در ایران است. ولی از نظر او دونالد ترامپ دنبال فکر دیگری بوده. در این کتاب آمده که میانه تابستان سال گذشته، وقتی وزیر خارجه ایران ناگهان و بدون اعلام قبلی راهی محل اجلاس گروه 7 در بیاریتس فرانسه شد، چطور جان بولتون مشاور وقت امنیت ملی رئیس جمهور و مایک پومپو وزیر خارجه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تکاپو افتادند که مبادا دونالد ترامپ با جواد ظریف دیدار کند. روایت دونالد ترامپ به آن علاقمند بود، ولی جان بولتون را سراسیمه کرده بود. میگوید به مایک پومپو گفت که اگر چنین ملاقاتی صورت بگیرد استعفا می‌دهد، و به گفته او وزیر خارجه آمریکا هم می‌خواست همین کار را کند. دیداری که در نهایت سر نگرفت. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی هم بعدش گفتند جواد ظریف اجازه چنین دیداری نداشت. مشاور وقت امنیت ملی آمریکا نوشته که مطمئن نبود وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جای دیدار با خود دونالد ترامپ با داماد و مشاور او جارد کوشنر و استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا ملاقات نکرده باشد. تلاش‌های طرفین اروپایی برجام هم برای جوش دادن ملاقاتی بین دونالد ترامپ و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان نشست سازمان ملل به نتیجه‌ای نرسید. جان بولتون در این کتاب و همینطور مصاحبه با شبکه ABC آمریکا میگوید استیضاح دونالد ترامپ در کنگره به پیشنهاد دموکرات‌ها ناقص و شتاب زده انجام شد و اگر بقیه تصمیم‌های رئیس جمهور و نحوه مذاکرات او هم در نظر گرفته می‌شد،
این استیضاح موفق تر می بود. در مقابل دموکرات ها از جان بولتون انتقاد می کنند که اگر همین اظهارات را زمان استیضاح به نحوی مطرح کرده بود می شد با آن پرداخت. به نظرم دموکرات ها ظرفیت یا درک سیاسی یا امکان این رو نداشتند که استیضاح براشون چیزی باشه جز صرف یک تمرین برای برانگیختن رای دهنده هاشون تا بتونن به اونها بگن ما دونالد ترامپ رو استیضاح کردیم و او درس گرفت. واقعیت اینه که 180 درجه برعکس شد. او تنها درسی که گرفت این بود که میتونه از استیضاح هم عبور کنه، که اینطوری آخرین کارت برای کنار زدنش انتخاباته. برای مردم آمریکا چه وقتی بهتر از دوره انتخابات که درباره شخصیت نامزدها دقت کنه؟ دونالد ترامپ 5 ماه آسانی پیش رو ندارد. میخواهد از 4 سال ریاست جمهوریش دفاع کند، ولی یکی از نزدیکترین مشاورانش این طور پرده ها را کنار میزند و قوه تشخیص او را زیر سوال میبرد. آن هم در روزهایی که دموکرات ها تلاش میکنند رای دهندگانی که گوششان بدهکار حزب ها نیست یا حتی جمهوری خواهان نومید از دونالد ترامپ را هم به سبد رأی خود اضافه کنند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. عادل نظریان، عضو مؤسسه مطالعات استراتژی بین‌المللی خلیج و روزنامه‌نگار نزدیک با کاخ سفید از واشنگتن با ماست. خانم نظریان، خوش آمدید به برنامه. فکر کنید که چقدر از اطلاعاتی که جان بولتون در کتابش ارائه میده درسته؟ چقدر تصویر کاملی به ما میده از وضعیت کاخ سفید؟ I happen to think, am I speaking in English or Farsi? من الان به انگلیسی حرف می‌زنم یا به فارسی؟ به انگلیسی. اگر به فارسی می‌تونید صحبت کنید. I have to say that I think that your reality is your truth. I think من فکر می‌کنم که واقعیت شما حقیقت شماست. جان بولتون بر اساس اون چیزی که خودش دید، بر اساس باورهای خودش، بر اساس نارسایی‌های خودش اون چیزی که دید رو تعریف کرد. اون چیزی که خودش رو میدید، فکر میکردش که مقام و مرجع اصلی در سیاست خارجی هستش، بر اون اساس مشاهدات خودش رو تنظیم کرد. برای همین یه سری چیزهایی هست درسته از اون چه که تصویری که از دونالد ترامپ به دست داد، تصویری که از جرال کوشنر به دست داد، اما نمیتونم بگم که واقعا با تحلیل همه جانبه او هم نظر هستم و بعد اگه صحبت بکنیم رو بیشتر راجبه میتونم توضیح بدم. آقای بولتون در بخش از کتابش میگه که تونسته دونالد ترامپ رو قانع کنه که به ایران حمله کنه، میگه تلاش کرده مانع دیدار دونالد ترامپ و محمد جواد ظریف بشه. میشه نتیجه گرفت که اگر جان بولتون نبود شاید آمریکا و ایران تا به حال مذاکره کرده بودن؟ من شخصا فکر میکنم من فکر می‌کنم وقتی پهباد 130 میلیون دلاری آمریکا توسط ایران ساقط شد، جان بولتون کسی بود که به شدت فشار آورد به دونالد ترامپ که دست به حمله نظامی علیه نیروهای مسلح ایران بزنه. من فکر کنم تصمیم دونالد ترامپ برای حمله نکردن بسیار تصمیم هوشمندانه بود. فکر کنم تصمیم به کشتن قاسم سلیمانی تصمیم هوشمندانه بود. من فکر میکنم که جان بولتون مشورت‌های خوبی در زمینه برخوردش با نیروهای مسلح ایران نداد. من فکر میکنم که اگه جان بولتون در تصویر نبود، مذاکرات با ایران هم به هر حال اتفاق نمی‌افتاد اینجوری که ما فکر میکنیم. برای اینکه مسئله اصلی واقعا بحث توافق هسته‌ای هست و توافق هسته‌ای هم به هر حال چیزی بود که دولت آمریکا ازش خارج میشد، چیزی بود که دونالد ترامپ وعده‌اش رو داده بود و به این وعده‌اش عمل کرد. برای همین من فکر نمی‌کنم اگه جان بولتون نبود به هر حال مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت می‌گرفت. خانم نظریان، فکر می‌کنید که چرا انقدر از کاخ سفید دونالد ترامپ اطلاعات درز می‌کنه؟ می‌دونم که همیشه این اتفاق می‌افتاده، اما به نظر میاد که در دوران دونالد ترامپ به مراتب بیشتر شده. این خیلی سوال خوبی است که شما کردین. من میتونم به شما بگم این کتابی که جان بولتون منتشر کرده واقعا اول از همه بگم بی سابقه هست. نزدیکترین چیزی که ما به چنین پدیده‌ای داشتیم سال 1986 بود، وقتی مشاور سابق رونالد ریگان یک کتاب نوشته بود به اسم
کتاب چه اسمی بود؟ اسمی به مضمون که انقلاب شکست خورده رونالد ریگان، که واقعا انقلاب شکست خوردم نبود، اما دلیل این که انقدر اطلاعات درز میکنه از کاخ سفید این هستش که خود شخص دونالد ترامپ هم واقعا یک رئیس جمهور سنتی نیست، یک رئیس جمهور نامتعارف هست و اتفاقی داره میفته اینه که مردم سردرگم شدن. خیلی ها راجع به اون دولت موازی در آمریکا، اون تشکیلات تاریک و موازی در آمریکا که دونالد ترامپ راجع بهش حرف زده، یا مثلا تهدید به خروج از ناتو یا خروج از سازمان بهداشت جهانی که میتونیم راجع بهش حرف بزنیم، یا اینکه مثلا همکاری کردن یه جورایی با دیکتاتور کره شمالی، همه اینها واقعا بسیار یک الگوی رهبری بسیار نامتعارفی در آمریکا هستش در زمینه سیاست خارجی. و حالا ما یک وزارت خارجه در آمریکا داریم که همچنان اونجوری که من فکر میکنم در اون ذهنیت‌های جنگ سرد یا اون ایدئولوژی جنگ سرد قفل شده و گیر کرده، ولی ما الان در گرماگرم یک جنگ هستیم، نه یک جنگ به معنی سنتی که حالا سربازان پیاده روی زمین داریم، ولی ما در میانه یک جنگ ایدئولوژیک هستیم. برای همین هست که خیلی ها الان میترسن، اون گارد قدیمی داره عوض میشه و جاش رو داره به یک گارد جدید میده، اون گارد جدید هنوز از راه نرسیده ولی اتفاق داره میفته. برای همین اون قدرت هایی که الان دارن میان و قدرت هایی که سابقا با ذهنیت های سنتی مسائل نگاه میکردن، اونها الان یه ذره نگران شدن، معنی که هر چی که فکر میکردن میدونستن داره جلوی چششون داره دچار فروپاشی میشه. برای همین یک جنگ قدرت هست، این تلاشی هستش برای حفظ قدرت از طرف گارد قدیمی و سعی بکنن که دست به افشاگری بزن علیه کسایی که بهشون اعتماد ندارن و سعی کنن قدرت خودشون رو قوی تر بکنن. این واقعا مثل اون سریال های آمریکایی هست. ولی از من میپرسین، به نظر من دونالد ترامپ یک رهبری هستش که به معنی سنتی خودش ضد جنگ هست، ولی به نوع خودش بسیار ماهر هست در جنگ های ایدئولوژیک. و اون اتفاقی هستش که الان داره مثلا بین آمریکا و چین میفته که الان در جایگاه بزرگترین تهدید برای آمریکا نشسته و ما هم اینو میدونیم، خودمون بهتر از هر کس میدونیم که ایرانی ها آدم های بسیار باهوش، جز باهوشترین و برخوردارترین آدم ها از منابع زیاد دارن، برای همین خیلی هوشمندی های زیادی در این قضیه وجود داره. من دونالد ترامپ هم بلده با این قاعده بازی بکنه. اشاره کردین به اینکه او رئیس جمهور نامتعارفیه، در چند روز گذشته حملات متعدد داشته علیه جان بولتون، شکایت کرده از جان بولتون. این کار آقای ترامپ راجع به کتاب های دیگه ای هم که در گذشته دربارش نوشته شده بود کرد، راجع به کتاب مایکل ولف فایر اند فیوری، کتابی که نویسندگان واشنگتن پست نوشته بودند. فکر نمی کنید این کار نتیجه عکس داره؟ یعنی کتابی که همینطوری منتشر می شد، شاید اونقدر هم فروش نداشت، الان بسیاری در صف خرید این کتاب هستن برای اینکه کنجکاون بدونن جان بولتون درش چی گفته. من فکر می کنم این کاری که دونالد ترامپ کرد خیلی راهبردی بود. ببینید چه اتفاقی در دنیا داره میفته. ما الان با بحران کرونا دست به گریبان هستیم، وحشتناک هست. خب مثلا مادر پدر من همیشه نگران بودن که شاید مبتلا بشن، بحث کرونا رو داریم. بعد از طرف دیگه این اعتراضات ضد نژاد پرستی داریم در پی مرگ واقعا دلخراش جورج فلوید. ولی این اعتراضات مصادره به مطلوب شد طرف توسط آنتیفا، که پرزیدنت ترامپ گفتش که یه گروه تروریستی هستش که مسئول کارهای واقعا شرم‌آوری هستن در خاک آمریکا. تمام تلاش‌ها رو دارین شما طرف چپ‌ها جناح چپ دموکرات‌ها که دارن سعی می‌کنن تضعیف بکنن یا اصلا نابود بکنن شانس پرزیدنت ترامپ رو برای انتخاب شدن مجددش. تمام تلاششون رو می‌کنن که سنگ که چوب روی چرخ اقتصاد بذارن. نگاه بکنین که چرا این جنبش ضد نژاد پرستی موقع اتفاق افتاد که قرار بود اقتصاد آمریکا دوباره احیا بشه بعد از یک دوره رکود به خاطر بحران کرونا. شما تمام اتفاقهایی که داره میفته نگاه بکنید، بعد ببینید که چجوری پرزیدنت ترامپ با تأکید بر روی
کتاب جان بولتون که اتفاقا توسط رسانه‌ها به عنوان کتاب خیلی افشاگر و تخریبگر وجهه دونالد ترامپ هست و باعث میشه که خیلی نگاه منفی نسبت به مثلا مایک پوپنو، جارد کوشنر، خود دونالد ترامپ ایجاد بکنه، ولی من فکر کنم که بیش از هر چیز نشه یه نگاه انسانی میده به اونچه که در کاخ سفید دونالد ترامپ اتفاق افتاد. ولی اگه بخوایم به اصل مسئله برسیم، به نظر من خیلی هوشمندانه بود که پرزیدنت ترامپ سعی کرد جلوی انتشار کتاب را از طریق شکایت کردن بگیره، برای اینکه این باعث شد که رسانه ها به جای اینکه نگاه بکنن به بحث اقتصاد، به بحث جنبش نجات پرستی، رفتش متوجه این کتاب شد، تمام حرفای منفی رو معطوف کرد، حواس ها رو پرت کرد و معطوف کرد به اون چه که چرخه خبری روی این کتاب تمرکز کرده شد. و این هم یعنی نشون میده که چقدر دونالد ترامپ مهارت داره. این همون جنگ ایدئولوژیکی هستش که میتونه در برخورد خودش برسونه. عادل نظریان، عضو مؤسسه مطالعات استراتژی بین‌المللی خلیج. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید حضور در آب‌های دوردست و ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند در دستور کار این نیرو قرار گرفته، اما یا نیروی دریایی سپاه یا نیروی دریایی ایران توان حضور مستمر در آب‌های دوردست را دارد؟ فرهام قبادی نگاهی کرده به تاریخچه پیدایش نیروی دریایی ایران و سیر تحول و ساختار نیروهای دریایی بعد از انقلاب. نیروی دریایی ایران حدود یک قرن پس از تأسیس آن به دستور رضا شاه پهلوی، امروز چه کسی از آب‌های ایران پاسداری می‌کند؟ نیروی مجهز و قدرتمند یا ناوگانی مستهلک که فقط کارکرد نمادین دارد؟ ارتش ایران به معنای منظم و مدرنش در زمان رضا شاه شکل گرفت، اما تجهیز آن به خصوص نیروی هوایی و دریایی در زمان محمد رضا شاه در دهه 40 و 50 شمسی و بعد از کودتای 28 مرداد صورت گرفت. اینجا بندر ساوثهمپتون در جنوب انگلیس 52 سال پیش، مراسم تحویل ناوچه سام در حضور شهناز پهلوی، فرزند بزرگ محمد رضا شاه پهلوی. این اولین ناوچه از مجموع 4 ناوی بود که ایران از بریتانیا خرید. یک سال بعد همانجا، مرداد 1348، این بار به آب انداختن ناوچه فرامرز، 4 ناو ساخت انگلیس، در حضور شمس پهلوی، خواهر بزرگتر محمد رضا پهلوی، و رها کردن شیشه شامپاین، سنتی قدیمی برای به آب انداختن کشتی ها. این ناو پس از انقلاب به سهن تغییر نام داد. توان عملیاتی و تجهیزاتی ارتش پادشاهی ایران در جنگ داخلی عمان یا همان جنگ زفار به آزمون گذاشته شد، از جمله ناوشکن‌های ببر و پلنگ که از آمریکا خریده بود. در دوران جنگ سرد ایران همپیمان آمریکا به کمک دولت عمان رفت تا گروه‌های چپگرای زفار را که برای سرنگونی حکومت می‌جنگیدند سرکوب کند، برای جلوگیری از ترویج کمونیسم در بستر مناسبات جنگ سرد. و اینجا دیدار محمد رضا شاه از سلطان قابوس در عمان پس از شکست شورشیان 2 پیش از پایان سلطنتش. انقلاب سال 1357 و تغییر نظام سیاسی در ایران. اینجا آبادان، نیروی دریایی ایران پس از بازگشت از اولین رزمایشش بعد از انقلاب. و این دریادار احمد مدنی، اولین وزیر دفاع ایران و فرمانده نیروی دریایی در رژیم تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران. آقای مدنی تنها 1 بعد مجبور به ترک ایران شد، برای همیشه و تا پایان عمر. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، جبهه جنگ به دل دریا کشید. نبردی معروف به جنگ نفتکش‌ها. عراق به کشتی‌های تجاری ایران حمله کرد و ایران پاسخ داد. سپاه پاسداران در دریا مین گذاری کرد، تکنیکی که آمریکا میگوید سپاه پاسداران همچنان از آن استفاده میکند. در سال 1367 یک ناو آمریکا به دلیل اصابت به مین آسیب دید. آمریکا در پاسخ 2 اسکله نفتی ایران را بمباران کرد و ناوچه فرامرز که شمس پهلوی تحویل گرفته بود و حالا سهند نام داشت را غرق کرد. پس از جنگ مسئولیت‌های نیروی دریایی ارتش و سپاه تفکیک شد. سپاه پاسداران حفاظت از خلیج فارس را به عهده گرفت و ارتش دریای عمان و دریای خزر. هر دو نیرو در تنگه هرمز فعالیت دارند و مقری مشترک در بندر عباس دارند.
نیروی دریایی ارتش نیروی کلاسیک است با تجهیزاتی متعارف، زیردریایی‌های کوچک، ناوچه و هاورکرافت. اما نیروی دریایی سپاه بیشتر بر شیوه‌های غیر کلاسیک متکی است، مانند استفاده از قایق‌های تندرو و قایق‌های با قابلیت مین‌گذاری. زلجنا یک شناور اژدر افکن تندرو، قایق‌های مجهز به موشک کروز و اژدر که توان آسیب زدن به کشتی‌های تجاری و جنگی را دارند. سه فروند موشک کروز. اتکای ایران در دریا همچنین به برنامه موشکی‌اش است. استقرار موشک‌های ضد کشتی در نوار ساحلی. شاهد 129 و اخیراً به میدان آوردن پهپادها. دکترین نیروی دریایی بعد از انقلاب تغییر کرد. برای اینکه با توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دشمن اصلی در منطقه آمریکا بود. در اینجا با ظهور نیروی دریایی سپاه پاسداران، بالاخره جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که در مقابل یک دشمن بسیار قوی که هیچ موازنه قوا در اینجا به طور تام و تمام به ضرر جمهوری اسلامی است، دست زد به دکترین جنگ‌های نامتقارن. نیروهای دریایی در جهان به سه قسمت تقسیم می‌شوند. نیروی دریایی قهوه‌ای که فعالیتش در رودخانه‌ها و آب‌های بسیار نزدیک ساحلی محدود است. نیروی دریایی سبز که در سواحل خودشان عملیات انجام می‌دهند، مانند ایران. و نیروهای دریایی آبی قابلیت انجام عملیات در آب‌های آزاد و دوردست را برای مدتی طولانی دارند، مانند آمریکا، روسیه، چین و بریتانیا. البته ایران تلاش‌هایی در سفر به نقاط دور کرده. این ناوچه ایرانی در حال گذر از کانال سوئز است. 9 سال پیش برای اولین بار بعد از انقلاب یک ناو ایرانی از این کانال رد شد. از کنار آب‌های اسرائیل گذشت و در سوریه پهلو گرفت. یا سفر ناو ایرانی به آفریقای جنوبی. اما حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، میگوید این سفرهای محدود نیروی دریایی ایران را برخلاف ادعای تهران به نیروی دریایی آبی تبدیل نمی کند. یک نیروی دریایی آبهای آبی باید در مقیاس جهانی عمل بکنه، باید به تأمین امنیت ثبات جهانی کمک بکنه، باید توانایی با تهدیدات مختلف رو در آبهای بین المللی از نظر سطحی، هوایی، زیر سطحی داشته باشه، باید به طور مستقل و برای طولانی در آبهای آزاد حضور داشته باشه و این حضور بایستی حضور مقتدرانه داشته باشه، باید پایگاه‌های مختلف در کشورهای همسایه داشته باشه. هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نیروی دریایی نداره. ایران برای نوسازی ناوگانش هم دست به کار شده. ناوچه جماران اولین ناو تولید ایران است، همان ناوی که در جریان رزمایش اردیبهشت ماه با شلیک اشتباهی به ناوچه کنارک باعث کشته شدن 19 ملوان ایرانی شد. در دوران پهلوی، دکترین نظامی ایران توانمندسازی و بروزرسانی نیروهای نظامی با تعریف کلاسیک آن و در سطح بین المللی بود. اما در دوره جمهوری اسلامی با تجربه جنگ و حمایت غرب از عراق و پس از تحریم‌ها، دکترین نظامی متفاوتی در دست است. اتکا به برنامه موشکی که ایران توانسته در آن به خودکفایی برسد و جنگ نامتقارن که نمودش در دریا می شود مانور قایق‌های تندرو و مین‌گذاری در صورت لزوم. پرهام قبادی، بی بی سی. در این مورد گفتگویی خواهیم داشت با یک تحلیلگر سابق ارتش آمریکا، اما فعلا حوثی‌های یمن بار دیگر به سوی ریاض موشک شلیک کردند. سخنگوی ارتش وفادار به حوثی‌ها اعلام کرده که وزارت دفاع و سازمان اطلاعاتی عربستان و پایگاه هوایی ملک سلمان در ریاض هدف قرار گرفتند. اما ارتش سعودی از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادهای یمنی خبر داده. از خسارات و تلفات احتمالی حمله حوثی‌ها که دیشب و امروز صبح صورت گرفته هنوز گزارش مستقل منتشر نشده. مهتاد فرهمند نگاهی دارد به امکانات حوثی‌ها در حمله به پایتخت عربستان. موشک‌ها و پهپادهای یمنی در کام پدافند ضد موشکی سعودی. ارتش سعودی از حمله 3 موشک بالستیک و 8 پهپاد به ریاض خبر داده. مشخص نکرده چند تایشان رهگیری شده و چند تا احتمالاً به هدفی خورده‌اند.
والتي استهدفت عاصمة العدو السعودي الرياض. از آن سو سخنگوی آن بخش از ارتش یمن که وفادار به حوثی هاست نوع موشک ها و پهپادهای گسیل شده به ریاض را هم اعلام کرده. فقد دکت صواريخنا من نوع قدس و ذلفقار و طائرات صمادی ثلاث المسیره. موشک بالدار قدس که در واقع همان موشک کروز است که از قدیم در زرادخانه ارتش یمن موجود بوده. یمنی ها می گویند خودشان این موشک ها را پیشرفته تر و کارآمدتر کرده، نامشان را قدس گذاشتند و برای اهداف دور به کار می برند. موشک ذوالفقار هم همان راکت های هدایت شونده ضد زره کرنت روسی است که نیروهای سعودی قبلا نمونه ای را که در یمن غنیمت گرفته بودند نشان داده و گفته بودند همان موشک دهلاویه ساخت ایران است. یمنی ها می گویند اینها را خودشان می سازند. نمایشگاه هم برای جنگ افزارهای تولیدیشان گذاشتند. شاید ارسال سلاح از ایران به یمن با توجه به وضعیت جغرافیایی و محاصره یمن چندان امکان پذیر نباشد، اما ارسال نمونه و متخصص و آموزش ساخت اینها حتما آسان تر است. پهپاد صماد 3. صماد به معنای استوار. آنگونه که ارتش وفادار به حوثی ها اعلام کرده، از ساخته های خود یمنی هاست که در حمله به ریاض شرکت داشته. این پهپادها بزرگند و ماموریتشان معمولا انتحاری است. مرتضی فرهمند، همطور که اشاره شد، مایکل کانل افسر پیشین اطلاعاتی ارتش آمریکا و همچنین مدیر مطالعات ایران در CNA مرکز تحلیل دریایی از آرلینگتون در ولایت ویرجینیای آمریکا با ماست. آقای کانل خوش آمدید به برنامه. ایران میگه که در پی اینه که در اقیانوس هند و آب‌های دوردست نیرو اعزام بکنه، فکر می‌کنید نیروی دریایی ایران چقدر امکان این حضور رو داره؟ من فکر میکنم که تواناییش رو داره که بره به اقیانوس هند. این رو تواناییش رو داره. نیرو دریایی ارتش در اقیانوس هند قبلا هم بوده، بر علیه دزدان دریایی عملیات خاص این رو انجام داده، حتی تا دریای مدیترانه هم رفته. منتها نیروی دریایی سپاه که گفته میخواد بره به اقیانوس هند، تا به حال به طور مدام نیروی به اقیانوس هند نفرستاده، اما این توانایی رو داره که چنین کاری رو بکنه. من فکر میکنم خیلی داخل اقیانوس هند بشن. من فکر کنم شاید بخوان یه پایگاهی درست بکنن در حواشی دریای عمان، احتمال تو ضلع خیلی شمالی اقیانوس هند. همطور که اشاره کردید ایران حضور داشته، ولی اگر بتونید توضیح بدید تفاوت پایگاه دائمی و حضور موقت چیه؟ فکر می‌کنید ایران میتونه پایگاه دائمی داشته باشه؟ I think it absolutely. So the regular navy already has a base on the Iranian coastline. نیرو دریایی ارتش ایران در دریای عمان یک در چابهار و اینجاها پایگاه‌های دائم داره. بنابراین در دریای عمان میتونه پایگاه‌های دائم داشته باشه، اما خارج از حوزه آبی ایران اون موقع یه ذره باید راجع به این مورد کندوکاو بکنیم. من فکر نمی کنم که ایران با هیچ کدوم از کشورهای دیگه همجوار اقیانوس هند روابطی داره که بتونه یک پایگاه دائمی داشته باشه. خارج از دریای عمان واقعا فکر نکنم. ولی اگه شما دارین صحبت می کنین در منطقه اطراف چابهار و اینها، بله در اونجا میتونه یک پایگاه دائم داشته باشه. چه تأثیری بر تنش های منطقه میتونه داشته باشه این حضور؟
خیلی بستگی داره که حضور نیروی دریایی ایران کجا باشه. اگه مثلا سپاه پاسداران بخواد یک پایگاهی در آبهای ایران خارج از خلیج فارس داشته باشه، من فکر نمی کنم تأثیر زیادی بر روی تنش ها در خاورمیانه داشته باشه. فقط باعث میشه که قدرت دریایی سپاه رو بیشتر بکنه، ولی فکر نمی کنم تأثیر روی وضعیت و تنش ها در خاورمیانه داشته باشه. حالا اما فرض بگیریم که سپاه پاسداران مثلا بخواد یه دونه پایگاه دائمی در مثلا آبهای یمن ایجاد بکنه، اون موقع بله این بسیار به تنش‌ها اضافه خواهد کرد. بنابراین جغرافی در این مسئله خیلی مهم هست و متاسفانه ما نمیدونیم که اینا واقعا در چی مد نظرشون هست. من شخصا فکر کنم بیشتر طرفای دریای عمان بخواد که این پایگاه ایجاد بشه، برای همین زیاد مهم نیستش به نظر من، ولی فعلا نمیدونیم واقعا. متشکرم. مایکل کانل، افسر پیشین اطلاعاتی ارتش آمریکا. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. حتما متوجه شدید که برنامه امشب مشکلات تکنیکی داشت که به خاطر اونها عذرخواهی می‌کنم، البته خاطره شد. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب هم تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.